بقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. جهان به سرعت در حال پیشرفته، فرصت ها پشت سر هم از آدم ها سبقت می گیرند و پول و سرمایه با قدرت شگفت‌انگیزی آرزوهای ما رو به واقعیت تبدیل می کنند. با ترید در بروکر آرون گروپس، دست نیافتنی ترین آرزوها در انتظار شما هستند. Trade the world with Aron Groups. وبسایت arongroups.com، دفتر استانبول 290-212-813-9202. نوروز امسال با آژانس امیری در تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 22 مارچ. تلفن 818-758-2626. amiritravel.com. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. GLVز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن GLVز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز GLVز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. GLVز، همیشه و همه جا. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های GLVز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLVز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. هر هفته تعداد زیادی فیلم و سریال به آرشیو GLVز اضافه می شود. برای آگاهی از آخرین فیلم ها و سریال های آپدیت شده می توانید به بخش تازه ها و یا ریسنتلی عدد GLVز مراجعه کنید. بخش تازه ها و یا ریسنتلی عدد را می توانید در زیر صفحه اصلی GLVز و همچنین قسمت چپ اکران سریال ها پیدا کنید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های GLVز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLVز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست.
عرضت باید درام دارم به شما میانان زرجوان دم امروز چهارشنبه است. آقای امیر شورتی عزیز برنامه رو هدایت بکنه. یک روز تاریخی دیگه تا اینجا پیروزی در همه سطوح در سراسر جهان با جنبش انقلابی مردم ایران بود. به حد کافی موضوع سپاه پاسداران امروز در بر ذهنیت اروپا اثرگذار بوده و بسیاری از شرکت ها چه در چین چه در امارات چه حتی در عراق دیگه حاضر به معامله با جمهوری اسلامی نیستن. آقای عباد از اتاق بازرگانی تهران اعتراف کرده به این موضوع، نشون میده که این حتی موضوع طرح تروریستی شناختن سپاه پاسداران تأثیرات گسترده خودش رو داشته. این اتفاقی نباید برای سپاه میافتاد و افتاد. با چی هستیم در برنامه امروز؟ با آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز، استاد علوم ارتباطات بین الملل در گلاسکو، شهری که آقای حسن روحانی در اونجا بدونی که به دانشگاه بره درجه دکترا گرفت. دکتر تقی‌زاده درود بر شما. آقای میبودی مثل اینکه شما این پیش درآمدی که در گذشته داشتید، ایران سرزمین بهترین و بدترین فرزندان، با آمدن آقای روحانی به شهر ما این رو جابجا کردید. اتفاقا امروز استاد راهنمای آقای روحانی که برای دیداری آمده به گلاسکو با من تماس گرفت و یه گفتگوی کوتاه 18 دقیقه با هم داشتیم. آقای دکتر امین، این یادآور آقای روحانی نبود برای من، واقعا فراموش کرده بودم الان که شما گفتید. یادتون نه آقای دکتر زاده مثل که فرستادن به دنبالش، یعنی الان گفتگو اینه، بحث و گفتگو در ایران که روحانی برگرده جای رئیسی رو بگیره، چون رئیسی میگن خیلی خراب کرد، یعنی دوباره خامنه ای متوسل داره میشه به بودیم. منظور این است که آقای روحانی برگرده یعنی به ماتحتشون شلاق بزنن یا اینکه بازگشت داشته باشه به کار، کدومش؟ نه لابد بازگشته به کار، هر دو میتونه باشه، نمیدونم. یه دیگه به اراده شماست. خب دکتر تقی‌زاده عزیز، اول یه چیزی که ما پیش بینی میکردیم روز دوشنبه سه شنبه هر روز من گفتم که این کار سیاسی انجام کار سخت افزاریست به نظر من روی زمین داغ. وقتی این وریتیش دنیای مجازی از دست شما خارج میشه و این اتفاق نباید بیفته، از در ممکنه هک بشه، ممکنه دشمنان درش نفوذ بکنن، شما با آدم هایی طرفید که هویتشون رو نمیشناسید، خیلی فرق داره با رفراندوم، فرق داره با انتخابات، چون اونجا برگه که میندازید توی صندوق این برگه صاحب هویته و تمام مشخصات رای دهنده درش ذکر شده. در دنیای مجازی چنین چیزی دیگه امکان پذیر نیست، دست کم با توجه به اون ارتش سایبری کرد. این توماری که گذاشتن روی اینترنت برای شاهزاده رضا پهلوی من وکالت میدم، ظاهرا میرسه به 300,000 تا 23,000 تا، بعد میره بالا دوباره برمیگرده عقب، یعنی شو میده که هکش کردن. آی تقی‌زاده درود بر شما، سراپا گوشید. نمیدونم در این مورد چقدر میشه موضوع رو کش داد، ولی حق با شماست. رسانه های اجتماعی در مزان مداخلات غیر هستن. سلامت روزنامه ها یا رسانه های آزاد مثل تلویزیون و غیر زارک رو ندارن، برای اینکه فقد هویتن و از این ماجرا میشه سوء استفاده تمام کرد. اگر واقعا 10 سال پیش جمهوری اسلامی در همین کادر عملیاتی که انجام میداد 2,000 نفر ارتش سایبریش محاسبه میشد، الان شماره بیشتری از اینها رو داره و حتی ماشین هایی به اختیار میگیره برای دستکاری کردن آمار و ارقام. در یک جهت شما میبینید خیلی از این به اصطلاح آشنایان رسانه‌ای، سلبریتی ها، یک شبه شکوفا میشن، گل میکنن، سایتشون چند ده هزار چند صد هزار طرفدار پیدا میکنه و همزمان میبینید که این بلا به سر کسان دیگری که میاد فعال هستن در این بازار مغشوش، شمار طرفدارانشون کم میشه، عده‌ای هم فوش بده حرفه‌ای هستن تو این بازار میان
و هک کردن این حساب ها ظاهرا خیلی آسان تر از داخل شدن در حساب بانک های کشورهای خارجی یا مثلا ترافیک شهر تلاویو یا سازمان آبون شهر یا جاهای دیگره. و در مورد شاهزاده هم این ظرفیت منفی میتونه مورد استفاده قرار گرفته باشه. منم مثل شما موضوعی که الان اشاره میکنید دیدم و روی این تایمری که وجود داشت و در فاصله های زمانی دقیقه‌ای ثانیه‌ای شماره کسانی که وکالت داده بودن بالا میرفت و وقتی به 329,000 تا یا چیزی در این حدود میرسید شماره ساعت پایین میامد و دوباره از همون شماره یک آغاز میکرد به کار کردن که این نشون میده این دستکاری صورت گرفته. این شبیه اقدامی است که آقای ترامپ معتقد بود در انتخابات آمریکا در سال 2020 صورت گرفت و دست کم دو ایالت آرایش به این ترتیب دست کم دو ایالت دستکاری شد و شماره آرای ریخته شده در یک بازی زمانی محدود جهش فوق‌العاده داشت و اگر سپاه در تهران بتونه چنین اقداماتی رو انجام بده در داخل آمریکا خوب کسانی که این فناوری رو آفریدن و توسعه دادن امکان این کار میتونه خیلی زیادتر باشه. البته هنوز هستن کسانی که در آمریکا اعتقاد دارن دولت بایدن با تقلب میکنن، حالا این مقوله به هر حال بحث دیگری است، ولی در هر حال شاهزاده رضا پهلوی رو داخل این بازی کردن یا ایشون داخل این بازی شد که به آراء مردم تکیه بشه و به نوعی مشروعیت داده بشه به صدای شاهزاده به عنوان بازتاب صدای مردم، که این هم باز در جای خودش احتیاج به بحث و گفتگو داره. آیا از نظر تاکتیکی اقدام به جایی بود؟ آیا واقعا شاهزاده نیاز داشت به این پشتیبانی سایبری مردم در داخل و خارج کشور؟ مردم داخل کشور که واقعا دسترسی درست و حسابی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی ندارن، اگرچه اونهایی که خیلی جدی هستن اخبار ایران رو میگیرن و اخبار ایران اخبار خارج از ایران رو میگیرن و اخبار به صورت سینه به سینه یا استفاده از خطوط تلفن و غیره به گوش همه میرسه. واقعا مردم ایران مطلع هستن، به روشنی مطلع هستند از اتفاقات خرد کلانی که خارج از ایران میفته، داخل ایران میفته، در ارتباط با حکومت میفته، ولی این دلیل این نیست که اونها آمادگی دارن وسیله در اختیارشونه که با این تنگناها و فیلترهایی که گذاشته شده در رأی‌گیری هایی از این دست هم شرکت بکنن. این آرا و ارقام از نظر من هم بسیار بسیار مشکوکه. در یک شرایط عادی بایستی که این ارقام شکل دیگری پیدا میکرد، ولی فارغ از این که این ارقام سلامتشون چقدر مورد تردید هست و چقدر مورد سوء استفاده قرار گرفته، من شاید خیلی با مبادرت به این تاکتیک نگاه روشنی نداشتم و حالا هم ندارم و حالا دلیلم سوء استفاده جمهوری اسلامی از این وضعیت. دیدم در جایی آرای شاهزاده رو مقایسه کرده بودند با آرای یک بازی دبستانی در داخل کشور، این رو سایت تسلیم به نمایش گذاشته بود و چند تا از این بچه‌هایی که تو همین بازی‌ها شرکت می‌کنن یکیشون 3 میلیون رای برده بود، یکیشون 3 میلیون، یک گروهشون 3 میلیون و 500 هزار رای برده بود و اینا رو با هم در یک بازی کثیف مورد مقایسه قرار داده بود. یک سوی قضیه یک ماجرای پشتیبانی از یک اقدام سیاسی است، دیگری فناوری مسابقه ای که مربوط به داخل کشوره به بچه های دبستانی در اون شرکت میکنن، کاملا قیاس مال فارغ، ولی در نهایت سوء استفاده ای است که جمهوری اسلامی عوامل اون انجام میدن، صورت میدن و به قول خودشون هم نتیجه میگیرن. البته در شخصیت جایگاه شاهزاده نباید اثری بگذاره، ولی به هر حال وسیله ای است برای سوء استفاده. شما گفتید به این علت که در رسانه های اجتماعی هویت وجود نداره، شناخت این نوع اقدامات و پیگیری کردنشون هم کار آسونی نیست. همینجوره برحال همینانم دنیای سیاست آقای میبودی عزیز وکالت دادید شاهزاده یا در جایی منعکس نکردید این موضوع؟ چی فهمیدید؟ پرسش من این بود که حالا با این وقایع، این چون این بحث شما شروع کردید
شما این وکالت رو به شاهزاده دادید یا اینکه این رو من که رسانه هستم سعی میکنم که همه گروه ها این کیف ها رو ببینم و متوجه شدم که ببینید اصلا مهم نیست که تعداد و ارقام چقدر باشه، حتی 10 میلیون هم اگه رأی میدادن یا تو باشه کسی بخواد بهانه بگیره میگه آقا مملکت 9 میلیون 90 میلیون جمعیت داره، یه چیزی بالاتر درصد، یعنی میخوام اینجوری بگم یه ده هستن بهانه گیرند. این مهم نیست که شما چه وضعیتی داشته باشید، آره خودشون حاضر مثلا 1/10 شما قدرت داشته، 1/100 شما قدرت داشته باشن، اونا دنبال بهانه میگردن. و برخی البته میگم برخی احتمالا فقط به خاطر نیات ایدئولوژیک یا عقاید و آرمانهاشونه، برخی سوء نیت داره. ولی اون چی که مهمه این موضوع من وکالت میدم من وکالت نمیدهم نباید اسباب تفرقه بین ما بشه، باید سریعا ما این دوره رو پشت سر بگذاریم. یه اتفاقی بود انجام شد و گذشت، باید منتظر میبودیم که ارتش سایبری اسلامی بیکار ننشسته، بیکار نیست. من گفتم تو این بازی اونا خیلی فعالتر از ما عمل میکنن، کما اینکه اونا جلوتر از ما بودن، اونا جلوتر بودن به خاطر اینکه موفق شدن قبل از اینکه اصلا این کار شروع بشه شروع کنن به هک کردن و سررشته کار در دستشون باشه. و این خب نقض غرضه در کار سیاست، شما کاری انجام میدید که سررشته دست شما باشه، در دنیای واقعیت باید انجام بگیره، نه اینکه تمام سرنوشت رو بسپارید به دنیای مجازی و هیچ، یعنی خودتون در برابر یک وهم یک مجهول قرار بدید. ببخشید من یک عکسی دیدم از خانم گوگوش، هنرمند بسیار با شهرت ایرانی که البته بازنشسته نیست و در شهر شما هم فعاله، نمیدونم ایشون اونجا زندگی میکنه یا خیر. بله همینجا هستن. بله علی گوگوش لااقل در لس آنجلس فعالتر از جاهای دیگه است، البته دبی شاید بعد از لس آنجلس باشه به عنوان پایگاه فعالیت ایشون. یک عکسی دیدم گوگوش با پرچم سرنگ ایران هست، من آرم شیر خورشید رو روی پرچم نمی دیدم، احتمالاً مارک روش نداشت، ولی زیرش نوشته بودند که مخالفین جدی جمهوری اسلامی احتیاج به وکالت ندارن، که این خیلی جمله مبهمیه، نشون نمیده که آیا گوگوش موافق دادن این وکالت یا خودش میگه که من این وکالت رو نمیدم برای اینکه نیازی برای اون نمیبینم. ولی کسانی که از این ماجرا میخوان سوء استفاده بکنن با کپشن هایی که زیرش گذاشتن با این زیر نوشته ها تعبیر اینطوری کردن که گوگوش هم به جمع کسانی پیوسته که مثل هم سرشتار، مثل دختر گلستان. بله نه خیلی نه اصلا صدای من رو یه لحظه نه اصلا ثواب نیست این چیزایی که نوشتن، واقعا هم درست نیست، نه قبول کرد. من میگم که این وسیله شده برای به نظرم اونا هم به اندازه ما نگران بودن دیگه، خودشون نگران بودن که مبادا این تای این بازی با شک و شبهه روبرو بشه، علامت سوال و مشکل رو بیشتر بکنه یا اختلاف رو بیشتر بکنه. شاید اینا از همون دیدگاه به قضیه نگاه کردن. در حقیقت از این موضوع همونطور که شما گفتید سوء استفاده کردن و انتظار هم میرفت که این سوء استفاده انجام یکی از هنرمندان نازنینی که تو این کار بود و واقعا در نهایت استنیت و من که زنگ زد و مشورت خواست مشورت بکنه، من تلفنی بهش گفتم، هنرمند برجسته ایست اومد بهشم گفتم، گفتم که این احتمالات وجود داره، احتمال حک کردن وجود داره، بعد شما میخواید کار سیاسی بکنید، بخشش دارید واگذار میکنید به دنیای مجازی، دیگه وقتی میری دنیای مجازی در اختیار شما نیست، هر اتفاقی ممکن، باید آماده باشید. حتی آمادم تو تلویزیون گفتم آماده باشید که یه عده‌ای در آینده نزدیک انشعاب بکنن، یعنی کسانی که آمدن عضو شدن، شما نمیدونی اینا کی هستن، رباتن، آدم واقعی هستن، این اسمی که گذاشتن اسم خودشونه نیست، ممکنه در آینده نزدیک 20 تا 30 تا یا 1000 نفرش با هم انشراب بکنه و بگن وکالتم پس میگیرم، واسه چه کار میکنی؟ سوال کردم ازش. از کی پرسیدید؟ من فراموش کردم یا نشنیدم اسمی کی گفتید. چی فهمیدی؟ از کی از شما این مشورت رو خواستید؟ یکی از مبتکران این طرح تماس گرفت، مشورت میخواست بکنه و در نهایت حسنیت هم این کار صورت گرفت.
ولی من اینا رو پیشگویی‌ها رو همه رو کردم، گفتم به، حتی به سارا خانم من گفتم، گفتم که سارا خانم ایرانی، گفتم تمام این اتفاقات ممکنه، حک کردن ممکنه، نمیدونم انشعاب ممکنه، نفوذ ممکنه، و شما با کسانی ببین شخصیت های تاریخی که آقای دکتر تقی‌زاده به کنتور احتیاج ندارن که. من این دقیقا نکته ایست که میخواستم بهش برگردم و بگم جایگاه شاهزاده خیلی محکمتر و بسیار با اهمیت تره که اون رو به رأی هایی از این دست بگذاریم، اون هم رأی گیری که کنترلش در اختیار کسی نیست و همونطور که شما به درستی گفتید میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره. جایگاه شاهزاده به عنوان تداوم تاریخی که در سال 57 شمسی متوقف مونده غیر قابل رقابت با هر گروه و شخصیت و جنبش و گرایش دیگر سیاسی است و این موضع رو مردم ایران به دفعات تایید کردن و این چیزی است که اونها میخوان. از شاهزاده انتظار نمیره که در این میدانها به رقابت گذاشته بشه با کسان دیگری که حالا یا سلبریتی هستند یا چهره ورزشی هستند، هنری هستند، فعال سیاسی هستند یا غیره. جایگاهشون غیر قابل مقایسه با هر کدوم از این افراد شناخته شده ناشناس و جریانهای سیاسی است و باید این جایگاه با احترام باش برخورد بشه و بایستی با همین حرمت باقی بمونه، باید با همین حرمت حفظ بشه و اگر ملت ایران در جایگاهی نیاز دیدند که حالا وقت اون هست که شاهزاده رو بطلبن، راه اون رو خودشون پیدا میکنن. و همین ترتیب که در تظاهرات سراسری ایران هم بردن نام رضا شاه با عنوان رضا شاه روحت شاد و هم به عنوان ولیعت چرا نمیایی به طرف شاهزاده رضا پهلوی سرازیر شد، در حالی که ما دیدیم این جریان ها متوجه هیچ گروه و ساختار دیگری نبود. جمهوری اسلامی واقعا حالا میخواد با این بازی کثیفی که آغاز کرده دو تا محلی رو که ظاهرا فکر میکنه باید از جانب اونها احساس خطر کنه در تقابل با هم قرار داده، یعنی جایگاه شاهزاده رو با یک جایگاه واقعا متفاوتی مجاهدین خلق که به هر حال سازمان دارن ولی در داخل ایران کمترین پایگاهی ندارن و قصد تخریب این دوتا رو داره و فکر میکنه که در این مورد میتونه موفق بشه، در حالی که اونها اشتباه میکنن. حالا جایگاه مجاهدین رو در افکار عمومی مردم نمیشه به این آسونی ها تغییر داد، بهبود داد. جایگاه شاهزاده رضا پهلوی رو هم نمیشه تخریب کرد. این خواسته مردم، خواسته یک روستایی که میخواد کشورش برگرده به اون چی که پیش از این فتنه بود، گرسنه‌ای که میخواد رفاه نسبی داشته باشه، بیکاری که میخواد سر کار بره، جوونی که میدید جوون 45 سال پیش با افتخار از ایرانی بودنش یاد میکرد ولی حالا اگر دارای بهره فنی باشه میخواد بره جای بهتری فرصت اشتغال پیدا بکنه و اگر بی بهره از اون هست میبینه دستمزد بیشتری میخواد بگیره و این بزرگترین خونریزی اقتصادی است که ایران در وضعیت کنونی داره از اون رنج میبره. درسته اگر فردا جمهوری اسلامی نبود ایران سالانه دست کم 100 میلیارد دلار بدون زحمت اضافی از راه صادرات نفت خام میتونست به اقتصادش تزریق بکنه، 30 میلیارد دلار میتونست از راه صادرات گاز دست کم به اقتصادش تزریق بکنه. این اتفاقی است که همین الان اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه این کنتور شروع میکنه به کار کردن و این درآمد به حساب مردم ایران واریز میشه. بدون جمهوری اسلامی ایران دست کم سالانه 150 میلیارد دلار میتونه درآمد ارزی آسان داشته باشه. درآمد ارزی آسان آقای اردوغان با قرض کردن 50 میلیارد دلار به تدریج مسیر اقتصاد ورشکسته ترکیه رو در اوایل دهه قرن تازه زنده کرد با 50 میلیارد دلار. ما سالانه میتونیم در روز سقوط جمهوری اسلامی به روی درآمد این واقعا بادآورده است وینفال 150 میلیارد دلار از راه صادرات نفت و گاز و مشتقات نفتی و گازی حساب باز بکنیم. اینها تاوانی است که داریم برای جمهوری اسلامی میدیم و اینها دروغ نیست، آمار و ارقام قابل اثباته و به تدریج که زمان میگذره محل این درآمدها تقویت میشه و اضافه میشه
و این کمک بزرگی است. حالا این درآمد وجود نداره واقعا. حالا جوان امروز ایران نگاه میکنه به جوان 45 سال پیشی که توی استادیوم آریامه به مسابقه ایران اسرائیل میرفت و وقتی ایران گل پیروزی رو زد با افتخار سر بلند میکرد، و امروز حالا او هیچ چیزی برای مباهی بودن به هویت ایرانیش در داخل کشور نداره، واقعا نداره. ما میتونیم شعار بدیم، میتونیم بگیم که آقا خودمون حفظ کردیم، چنینیم چنانیم. گروهی از این جوانها به خیابون میرن تا اون از دست داده ها رو شاید بتونن با خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی دوباره به دست بیارن، و عده‌ای متاسفانه راه ترک وطن رو در پیش گرفتن. به یک موقعی بوده هایی میبودی رو شما تجربه کردید، دیدی به هر کجای دنیا که میرفتی، به خصوص در اروپا که حالا از بقیه دنیا جلوتر بود، قدم ایرانی رو محترم میشمردن، نه تنها خوش آمد میگفتن، محترم میشمردن. این استقبال الان از یک طبقه ژاپن میکنن، از یک طبقه کره جنوبی میکنن، و نه از ایرانی. ایرانی یکی از بی ارزشترین گذرنامه های دنیا رو داره. حالا این نسل شکست خورده، این نسل ناامید، راه دیگری که در پیش گرفته مهاجرت، و علت درآمدهای نفت و گاز و درآمدهای اقتصادی رو به این علت مطرح کردم که اینجا مقایسه بکنم. ارزش عینی برای از دست دادن مغزهایی که سالانه از ایران میرن به مراتب بزرگتر از ارزش اسمی درآمد ارزی است که در غیاب این حکومت ایران از راه صادرات میتونست به دست بیاره. ببینید که این فرار مغزها چه لطمه بزرگی به ایران زده، و این دوام داره. در حقیقت مملکت رو دارن خالی میکنن از تفکر، از مغز، از دانش و از استعدادی که این جوانها میتونن برای سازندگی مملکتشون به کار بگیرن. ببینید توی آمریکا این 1 میلیون جمعیت ایرانی که زندگی میکنند در کجاها مشغولند؟ برجسته ترین اساتید دانشگاه در بهترین شرکت های بزرگ بین المللی، در همین هالیوودی که شما در دره به این اسم شاید زندگی میکنید، نزدیک هالیوود. یعنی از هنرپیشه تا دانشمند، تا جراح، تا طبیب، تا استاد دانشگاه، تا سیاستمدار، همه جور از این ایرانی ها که میتونستن مملکتشون رو بسازن و جاذبه‌ای باشن برای گرفتن مغزها از کشورهای دیگه، حالا اینها رو دست میدن. و نه تنها حالا راه اروپا به روشون بسته است، راهی مالزی میشن به عنوان دومین شاید مقصد قابل توجه، میرن به هند، میرن به تاجیکستان، میرن به ازبک، به هر کجا که نگاه میکنن به جز افغانستان شاید جاذبه بیشتری میبینن تا موندن در ایران، امید بیشتری میبینن، فکر میکنن که دست کم یکی از مشکلاتشونه که فقر هست میتونن حل بکنن. غیبت خانواده، دور بودن از پدر و مادر رو به تن میخرن، میرن به یک جامعه‌ای که با زبون اون آشنا نیستن، در اونجا ساکن میشن فقط برای اینکه یکی از مشکلاتشون رو که فقر هست جبران بکنن. و یه پرسش من که دلم میخواست شاید اگر فرصت بود امروز در ادامه بحث سه هفته پیش دنبال میگرفتم، این بود که واقعا این اتباعی که میرن به تاجیکستان و قرقیزستان و نمیدونم هر کجای دیگری در بین این 15 همسایه ایران یا یه خود دورتر از اونها، آیا اینها آزادی سیاسی هم ازش برخوردار میشن؟ یا به عنوان یک مهاجر، به عنوان یک تبعه، به عنوان یک پناهنده سیاسی، شهروند درجه سوم هم نیستن؟ باید مدتها در اردوگاه زندگی بکنن تا اونها رو به عنوان شهروند آویزان به جامعه اونها رو قبول بکنن؟ و این رو باید واقعا به کسانی گفت که شعار دروغین دموکراسی غربی رو میدن، دلشون هم خوشه تو این گروه های سیاسی مینشینن و به مردم میگن که بله آزادی سیاسی به سبک سوئیس، به سبک فرانسه، به سبک آلمان، اینها رو ما براتون میاریم، این جمهوری که ما به شما میدیم براتون آزادی سیاسی میاره، و نمیگن که واقعا اونها دارن دروغ میگن. این شعارها، این نویدها برای مردم ایران
نویدهای دروغ غیرقابل اجرایی است و همین ها بودند که پیش از فتنه 57 هم از شاه ایراد می گرفتند که پنجره های سیاسی رو باز نکرد و تمام توجهش به اقتصاد بود و رشد اقتصادی اونقدر سرعت داشت که از تحولات فرهنگی جلو افتاد و قادر به درک نیازهای مردم نبود، ولی نیاز مردم به این بود که شکم سیر داشته باشن. فقط باید مردم را از خواب نازی که درش فرو رفته بودن بیدار میکردن، به اونها میگفتن که یک فتنه جهانی داره اونها رو تهدید میکنه. قابل پذیرش نبود که یک آخوندی مثل خمینی به کشوری مثل ایران با نزدیک به 40 میلیون جمعیت، 37-8 میلیون جمعیت وارد بشه و مغز این مردم رو بخوره. اگر بی بی سی هر روز در بوق نمیکرد این آقای خمینی رو و اگر در مراکز فکری آمریکا و اروپا به این نتیجه نرسیده بودن که آقا فراموش کنید حتی خطری که اتحاد شوروی در اون زمان خاورمیانه رو تهدید میکنه، ما میخواییم از شاه که قدرتی است تهدید کننده علیه منافع ما بگذاریم و نسخه پیچیدیم و این نسخه آمدن آقای روح الله خمینی به قدرته. ولی این کار به دست مردم ایران صورت گرفت. ما یه سرباز آمریکایی تو تهران ندیدیم، چریک فلسطینی دیدیم که برای خمینی سینه میزد، ولی در همین حد بزرگترین اقدام بود به دست مردم. شما تمام این عکسایی که در این تظاهرات بودن رو نگاه بکنید، ببینید بینش موزرد و چشمابی هم دیده میشه. نه، این رو با تبلیغ مغز مردم رو خوردن و خمینی رو به عنوان عیسای قرن، عیسای زمان به خورد مردم دادن و مردم سر شاخه نشستن و بن اون رو بریدن و امروزه که حالا زاری میکنن ولی اثری نداره. حالا عوامل خمینی، ادامه حکومت خمینی سر کار نشستن و با زور میتونن. آقای خمینی این رو، آقای میگودی، این حکومت با زور میتونه همچنان این موضوع رو دوام بده. البته نوع جنگ با عوامل خمینی، عوامل خامنه‌ای عوض شده، برای اینکه با خشونتی که حکومت تصمیم گرفت اعمال بکنه در نهایت ترس ایجاد کرد. همون رفتاری که دولت کمونیستی آلمان شرقی با مردمش میکرد، عوامل اطلاعاتی امنیتی رو بهشون قدرت بدون مرز داد، همین چی که خامنه ای هم میگه آتش بختیار، و مردم رو درو کردن مثل خرمنی که از بیخ میزنن و ترس ایجاد کردن و مردم رو از خیابون روندن. البته اینها چهره های مخالف قابل رویت بود و دشمن قابل رویت رو به عقب روند این حکومت. الان ما این رو میبینیم، ولی این کسانی که حالا از کف خیابون رونده شدن به داخل به تاریکی رفتن و در تاریکی اینها تنها عوامل مخالف جمهوری اسلامی نیستن که باهاش میجنگن. عوامل قابل رویت رو میتونه زندان بکنه، میتونه بکشه، میتونه ترور بکنه، ولی عواملی هستن که نمیبینه. چون نمیبینه هر تیری هم بندازه در تاریکی است و هدف نمینشینه و این تیرهای در تاریکی فریادهایی است که شما شبانه از زبان مردم در خیابانها میشنوید. فریادی است که همچنان در رسانه‌های اجتماعی علیه حکومت ادامه داره، در ادبیات، در موسیقی، در شعر پنهان شده و اینها رو نمیتونه حکومت هدف بگیره و بزنه و اینها هستن و نبرد رو علیه خمینی و خامنه‌ای و حکومت اونها ادامه میدن و فشارهای دیگری هستن و این فشارها مسائل روز مردمه که این حکومت قادر به پیدا کردن راه حل براش نبوده. سهل است، اونها عامل ایجاد این مشکلات بودن و در مورد حل این مشکلات هم درست همون شکل دشمن در تاریکی است که نمیبینه و نمیتونه هدف قرار بده و اونها هر روز ارسر به این حکومت تنگتر و تنگتر میکنن. موضوعی که شما در شروع بحث امروز به اون اشاره کردید، چیزی مثل فشارهای تحریم ها، چیزی به عنوان جنایتکار و تروریست خوندن سپاه پاسداران، و این مسائل مسائلی نیست که حکومت امروز حاکم بر ایران برای اونها راه حلی داشته باشه. همینطوره. آقای شاخی زاده، اون چی که در حال حاضر به نظر وظیفه مبرم ماست، یعنی سریعا باید دوباره به جایگاه خودمون برگردیم،
این پیروزی های بزرگی که این جنبش در سطح جهان به دست آورده، از جمله که ما از الهام گرفتیم با هم متحد شدیم در پنج قاره جهان، پنج قاره، و این دستاوردهای بزرگش در سطح جهان، در سازمان ملل بگید، در نزد کشورهای اروپایی، وزرای خارجه اروپا، نمیدونم جی 7، پارلمان اروپا، همینطور ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر سرگرم تغییر استراتژیش. اینا دستاوردهای اینجا بشه. ایران جمهوری اسلامی نمیتونه پس بگیره از ما. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید ازش مراقبت بکنیم. ما باید اجازه ندیم که اختلافات بالا بگیره یا کسانی این فرصت رو پیدا بکنن که بین ما شکاف بندازن، بین ما دیوار کشی بکنن. این یه اتفاق تاریخی است، این اتحاد، این همدلی، این همنوایی در سطح جهان در بین ایرانی ها در پنج قاره بی سابقه است اصلا در تاریخ. کدام روزنامه بود؟ پولیتیکو دیروز نوشته بود، گزارشی بود پریروز، که این جنبشی که در ایران افتاده انقلابی است که برای اولین بار در زمان خیلی توسط زنان هدایت شده و به اینجا رسید. زنان و زمان، اتفاق بی نظیر در تاریخ بشری. دکتر تقی‌زاده، امیدوارم که در این زمینه سفارشات شما، میدونم قطعا که اثرگذار خواهد بود. بفرمایید. واقعا من تردید دارم که چقدر بین ستاد و صف، یعنی گروه های اپوزیسیون خارج از ایران، با این انقلاب ارتباط وجود داشته. این انقلاب رو مردم ایران صورت دادن در داخل کشور، و همونطور که شما گفتید از این 6 میلیون 7 میلیون ایرانی مهاجر با گرمترین استقبال به پیشباز این انقلاب رفتن و اون رو ریشه دار کردن، به رسانه ها و فرهنگ و موسیقی کشورهای خارجی داخل کردن، در سیاست گذاری پارلمان های جهان اون رو وارد کردن، و این چیزی نیست که حکومت بتونه اون رو از مردم ایران بگیره. این دارایی ماست، و یا یقینا این روند تحولات اجتماعی ادامه پیدا میکنه و رنگ سیاسی هم به خودش میگیره. این رو کسانی که مدعی سلطنت طلبی هستند، جمهوری خواه هستند، یا هر چیز دیگری، فرقه ای هستند، جدایی طلب هستند، اینها درش تاثیرگذار نبودند. ولی اینها همونطور که نکته ای است که شما اشاره کردید، میتونستند در جهت تسهیل این روند برای رسیدن به هدف نهاییش کمک بکنند. میتونستند کمک بکنند به اینکه این اتفاق و این اتحاد بین مردم قوت بیشتری بگیره. میتونستن خودشون رو به این اتحاد پیوند بزنن، میتونستن از خودخواهی های فردی بگذرن، میتونستن از خیانت هایی که به مردم ایران دارن عالمان و آمدن انجام میدن دست بردارن، میتونستن که یکی بشن. این ما شدن کمک میکرد تا این روند اجتماعی که در شکل دادن به اون کمترین تأثیر این عوامل خارج از ایران به خصوص نداشتن، البته در داخل ایران هم این عوامل شبیهشون وجود دارن، لااقل دست این مردم رو ببوسن و همراه اونها بشن. ولی دیدیم گروهی از اینها همچنان علیه خواسته های مردم، علیه فردای ایران، علیه اتحاد ایران، با مقدم شمردن خواسته های فردی، این خواسته جمعی رو تحت شعاع قرار دادن، و نه اینکه نتونستن کمکی باشن، باعث آزار به اون هم شدن. تشکر میکنم. دو شخص عزیز، سپاسگزار از حضورتون، مثل همیشه هم آموزنده هم اثرگذار. تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر. وقت شما خوش. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15
818-344-5050 818-377-31 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. بینندگان عزیز، دکتر جعفر شجره هستم در برنامه هلت میدیا دات تی وی. هلت میدیا دات تی وی در تلویزیون پارس دوشنبه و پنجشنبه بین ساعت 4 و 5 بعد از ظهر و 9 تا 10 شب برای شما برنامه های ویژه پزشکی خواهد داشت، مصاحبه های مختلف با پزشکان مختلف در رشته های مختلف جهان پزشکی. امیدوارم از این برنامه ها لذت ببرید. خانم ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت‌های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، ری دیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بیورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-278-84-85. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. کیو مارکت دنیایی است از انواع میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و خاروبار، گوشت و مرغ و ماهی برای همه سلیقه ها و ذائقه ها. کیو مارکت با قیمت های باور نکردنی همراه خانوادگی شماست. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17-261 خیابان ونوبن در منطقه ولی. خب، برنامه رو بمیگیریم. همیاران عجر در این منزل از برنامه با کی هستیم؟ با یک شخصیت دانش آموخته، رشته فلسفه، علوم ارتباطات، آقای امین صوفیان مهر عزیز. چه هر وقت من به صحبت کردم واقعا خیلی برام آموزنده بوده. آقای شهرتی کماکان برنامه رو هدایت میکنن، ممنونم. آقای صوفیان مهر، خیلی خوش آمدید، درود بر شما. درود بر شما آقای میبودی گرامی، آقای شهرتی ارجمند و بینندگان بسیار عزیز. از اینکه با شما گفتگو میکنم بسیار خوشبختم. ممنون، تشکر. آقای صوفیان، فکر میکنم که از همینجا شروع بکنیم. این دستاوردهایی که به تحصیل شده در طول این مدت کوتاه است که به نظرم واقعا بی‌نظیره، تاثیرگذاری روانی که تا به حال اتفاقات در اصفهان جهان داشته، در بین مردمان، افکار عمومی دنیا، همینطور دولت ها، امروز همه واقعا پشت سر مردم ایران.
و این تلاش های مزموحانه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک گروه اوباش داره که کف خیابون ها تو خیابون ها هستن علیه مردم، اما در نهایت یک ارتش عظیم سایبری داره، یعنی آدمایی که وجود ندارن، ربات هایی که فقط بلدن فحاشی بکنن و تلاش کنن که بین ما شکاف بندازن. یعنی بعضی وقتا من فکر کنم که فقط این گروه های سیاسی هستن که در بیرون خب حالا سر ناسازگاری دارن، قرار نیست آشتی کنن، قرار نیست که به خاطر مردم ایران هم که شده با دیگران کنار بیان، زیر یک سقف ایستن. ولی خب واقعیت اینه که نه، اینا تنها نیستن، اون گروه سپاه عظیمی که اون وسط داره از این اتفاقات بهره گیری و سوء استفاده میکنه، این ارتش سایبری جمهوری اسلامی که نمیدونم چند نفره. من دیروز باز شماره میکردم، نگاه کردم به شیوه رسم الخط در مورد برنامه خود یکی از برنامه خودم متوجه شدم که اقلا مثلا از 100 تا کامنت شد 30 تا یا 40 تاش انشاهای مشابه داشتن، ولی اسامی به اصطلاح اسامی ارسال کنندگان متفاوت بود. بفرمایید. بله آقای میبودی، ببینید ایران هیچ وقت به 4 ماه پیش باز نخواهد گشت. این اتفاقا یکی از دستاوردهای جنبش انقلابی مردم ایرانه. مهمترین دستاورد اون اینه که مردم همدیگر رو پیدا کردن، نوعی همبستگی ملی شکل گرفته و جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه به اسم تجزیه طلب، به اسم چپ راست مردم رو فریب بده، و مردم فهمیدن که مشکل اساسی اونها جمهوری اسلامیه و این جمهوری است. اگر که آشوبی هم در کشور ما صورت بگیریم به خاطر تداوم جمهوری اسلامی و شیوه های حکمرانی ویرانگرشه که آغاز خواهد شد. این امید واهی و این توهم این که جمهوری اسلامی یک روزی بر سر عقل میاد و دست به اصلاحات میزنه، دست کم از روی ناچاری، واقعا این شکست خورده و دیگه خریداری نداره. کسانی که طرفداری میکنن از این موازه یا از رانتهای حکومتی استفاده میکنن یا واقعا کماکان در همون توهمات به سر میبرن. بسیار افراد قلیلی هستن، گروه های قلیلی هستن، همون نزدیک حاکمیت هستن و مردم ایران به جهان قبولوندن که خواهان اصلاح این حکومت نیستند. یعنی شما تا حتی پیش از برآمدن این جنبش انقلابی هنوز کماکان جهان میگفت که این رژیم مشکل داره، این رژیم مردم ناراضی هن، اعتراض میکنم، منتها دست آخر خواهان اصلاح اون هستن، نه براندازی. الان برای جهان مبرهن و مسجل شده که نه، مردم واقعا سرتاپای این نظام رو نمیخوان و میخوان از سر تا ذیل اون رو پایین بکشن و نظام دیگری رو در ایران برقرار کنن، نظامی که بتونه دموکراسی، سکولاریسم، تمامیت ارضی ایران و روابط حسنه با جهان، توسعه اقتصادی، دموکراسی، اینا برقرار باشه در ایران. این هم دستاورد کمی نیست، دستاورد بزرگیه. و اینکه این همه ایرانیان خارج از کشور فعال شدن، من یادم چند ماه پیش با خود شما صحبت میکردیم، گلایه میکردیم از برخی از این هموطنان خارج از کشور ما، چرا مردم داخل ایران رو فراموش کردن و نفع شخصی خودشونو بر منافع عمومی و خیر عمومی ترجیح دادن و به خاطر که شاید مجبور باشن به ایران سفر بکنن چشمانشون رو بر روی جنایتکار جمهوری اسلامی می‌بندن. ولی دیدیم که این تجمعات گسترده ایرانیان خارج از کشور نشون داد که اتفاقا برای بسیاری از ایرانیان خیر عمومی، منافع ملی ایران برتری داره بر منافع شخصی و این هم دستاورد کمی نیست. اینه که در اروپا، در پارلمان اروپا بحث میشه که سپاه پاسداران پیشنهاد میکنه که اونو در لیست تروریست قرار بدیم، با توجه به موازی پیشین اروپا این دستاورد بزرگیه. فراموش نکنیم که اینها چه مخالفت های جدی میکردن اروپایی ها با ترامپ به خاطر همین مسئله، به خاطر اینکه سپاه رو در لیست تروریست قرار بده. تا 4 ماه پیش همین اروپایی ها
به دولت بایدن فشار می آوردن که این شرط جمهوری اسلامی رو مبنی بر خروج اون لیست تروریست بپذیره تا برجام احیا بشه، اما الان نمیتونن به سادگی این کارو بکنن اروپایی‌ها. البته هنوز گیر و گرفتاری هم هست در این زمینه که به نظر من با توجه به این توحشی که جمهوری اسلامی مجبور نشون بده، چرا که الان اقتدار جمهوری اسلامی الان فرو ریخته، این حجاب واقعا، این که به هر حال حکومت مذهبی ان و مردم ایران مذهبی ان، این به هر روی مردم ایران این حکومت رو میخوان، حالا ازش گله دارن، معترضن، این فرو ریخته هم برای خود نظام، هم برای خود مردم ایران، هم برای مردم جهان. و اینکه این حکومت حکومت اقلیتیه، نه مشروعیتی داره، نه عرضه و شایستگی حکمرانی به مردم بزرگ ایران رو داره و سهل از تمام منابع ایران رو داره مصرف میکنه به خاطر یک ایدئولوژی واهی، ضد انسانی، مرگ آفرین، رنجزا، و حکومتی که ناچاره که میلیون‌ها انسان رو به فلاکت بکشونه تا صرفا اون ادعاهای واهی خودشو در سطح پروپاگاندا زنده نگه داره. هیچ چیز جز این نیست، جز گندگویی و لاف و بلوف، در صورتی که با لاف و بلوف نمیشه حکمرانی کرد. و همه اینا نقش بر آب شده، یعنی حکومت ها یک سری افسانه هایی دارن که مورد قبول عمومی هستن، وقتی اون افسانه ها از میان میرن دیگه سرمایه نمادینی برای اون حکومت نمیمونه و مجبور به صورت روزانه دست به سرکوب بزنه و این چاقوی سرکوب یک حدی برای برندگی داره و نمیتونه تا آخر به پیش ببره، چرا که شما قدرت زمانی قدرت محسوب بشه که مجبور نشی ازش استفاده کنی. زمانی که حکومتی مجبور میشه از این قدرت سرکوب به صورت روزانه استفاده بکنه، نشون میده اون اقتدارش رو از دست داده و هیچ حکومت بی اقتداری پایدار نبوده. حالا ما نمیدونیم این جمهوری اسلامی کی سقوط میکنه، ولی خب میدونیم سقوط میکنه. رهبر 84 ساله بسیار منفور، این شخص چنان منفور بود که دو سه هفته اول در دخمه های بیت و یا اقامتگاه های خودش پنهان شده بود و جرأت لب گشودن رو نداشت، چون که میدونست کلمه ای از دهان این فرد بدخو، زشتخو، پلید و آدم کش بیرون بیاد، خشم عمومی رو شعله برتر میکنه. اگر که این شکست نیست، من نمیدونم شکست پس چیه، اگر این پیروزی نیست پس مشخص پیروزی چیه. البته روند انقلاب یک روند افت و خیز زیادی داره، بالا و پایین داره، نبرد اراده هاست. اون کسی پیروز میشه که چنان به جنگه که گویی امیدی نیست، ورای امید و ناامیدی نبرد کنه، اون مهمه، اون پیروزی به دست آمدنیه. اینی که وقتی که ما ناامید بشیم هیچ کاری نکنیم دچار انفعال بشیم، وقتی که امیدوار باشیم از روی احساسات عمل بکنیم، این یک حدی داره. نبرد ما ورای نبرد امیدواری و ناامیدیه. اون چیزی که اصل نبرد با نظامیه که واقعا اساسش بر شرارته، بر فقره، بر فلاکته، نظامیه که توسعه اقتصادی و توانمندی جامعه ایران رو به ضرر خودش میدونه، چون که فکر میکنه وقتی که مردم مطالبات اقتصادیشون پاسخ داده بشه، خواهان مطالبات سیاسی هستن و برآورده کردن این مطالبات سیاسی چیزی از جمهوری اسلامی باقی میذاره و مجبور میشه که دست به تغییرات گسترده بزنه و اونگاه قدرت از دست این جباران نظام اسلامی خارج خواهد شد. این چنین نظامی اصولا با طبیعت بشر، با فرهنگ ایرانی، با آرمان‌های ایرانی، با خواسته‌های نسل جوان، وقتی که نسل جوان 15 ساله، زیر 15 ساله از این حکومت واقعا تنفر داره و ایجاد خشم میکنه در اینها،
اینها آینده سازان ایرانن، اینها هستن که به هر روی جمهوری اسلامی به پایین خواهم کشید و من میدونم اون روز میاد، منتها چیزی که از ما این گوی بلوری نداریم که به مردم بگیم که کی این اتفاق خواهد افتاد، ولی اون اتفاق به نظر من خواهد افتاد. آقای همطور که اشاره کردید، آقای صوفیامه، از زمان کشتن مهسا و ادامه کشتار، اراده خامنه‌ای بر کشتار قرار گرفت تا به امروز، کشتار، شکنجه، تجاوز و و سکوت کرد در برابر همه چیز. و پیروزا دیدم که همسر یکی از این آیت الله های عظما فوت کرده بود، گنده آخوندها، خانم نگاه کرد 94 سالش بود، ایشون تسلیت گفت. درباره کیان 9 ساله ما تسلیتی نگفت، درباره اون صدها جوان برومند و نازنین و زیبا رو که کشتن یک تسلیت نگفت، این پیرمرد 84 ساله آدم کش. تا به اینجا اگر جمع بزنیم از 100 واحد پیروزی رو، به نظرم تا به اینجا 95 واحد نصیب مردم ایران. حتی اینا موفق نشدن در یک جا، در یک اقدامی که انجام میدن موفقیتی کسب کنن. موفقیت های جنبش انقلابی ایران اصلا پرشکو و حیرت انگیز بوده. آقای صوفیامه، این فدراسیون بسکتبال، فدراسیون بین‌المللی بسکتبال اسم ایران رو در زمره کشورهای خلیج فارس حذف کرد، ایران کشوری در غرب آسیا قرار گرفت، اون کشورها شدن کشورهای عرب، شدن کشورهای حوزه خلیج عرب یا کشورهای عرب حوزه خلیج. مقتدا صدر میگه خلیج، خلیج عربی. از سودانی نخست وزیر لبنان میگه، نخست وزیر عراق میگه خلیج عربی. امیر عبداللهیان وزیر خارجه میگه اشتباه لپی شده، عذرخواهی میکنن ایشون. ایشون میگه عذرخواهی که نکردی چی؟ اعلام کرد که این یک واقعیت تاریخی، اسم اینجا از خلیج عربی. فدراسیون فوتبال جهان یعنی فیفا باز مسابقات جام کشورهای عربی خلیج رو در فهرست همین مسابقات منطقه‌ای قرار داد، باز ایران رفت جز کشورهای غرب آسیا و این کار کماکان ادامه داره، یعنی دوباره شخصیت هایی در سطح منطقه به سرعت داره خلیج فارس از دست ما ایرانی ها بیرون میره. میخوام بیدم که اگه نشانه بدبختی و ذلت و بینوایی رهبر و دستگاه حکومتی چیست، اسمش چیه؟ اینا که معتقد بودن که عمق استراتژیک ما تا کنار لازقی است و کنار مدیترانه است، چی شد که حالا حتی نمیتونن تا اراده خودشون، حتی در بین اطرافیان خودشون یعنی نزدیکان خود، کسانی که به هر حال همیشه آمیش بودن مثل آقای از سودان، این رو اعمال بکنن؟ بفرمایید. بله واقعا باعث تاسف شما این سخنانه که میگفتیم. من یاد شاه فقید افتادم و اون سیاست خارجی درخشانش در خلیج فارس، زمانی که انگلستان میخواست از خلیج فارس خارج بشه، دولت وقت ایران چنان اعتباری داشت که اعلام کرد هیچ کشور خارجی جز ایران این خلأ قدرت انگلستان رو در خلیج فارس پر نخواهد کرد. و اون دستگاه دیپلماسی چنان درخشان بود که هم آمریکا اینو پذیرفت هم شوروی. این خیلی مهمه. شوروی اون زمان ترجیح داد که ایران روی خلیج فارس تسلط داشته باشه به این امیدی که آمریکا تسلط خودش رو از روی خلیج فارس از دست بده، و آمریکا هم پذیرفت به خاطر اینکه به هر روی شوروی دیگه اجازه نداشت توی خلیج فارس که یکی از لای قدرتمند اون جهان بود، یکی از دو ابرقدرت جهان بود، خلیج فارس رو زیر تسلط خودش داشته باشه. و ایران تسلط مطلق داشت بر خلیج فارس و نام خلیج فارس نه تنها نام خلیج فارس گفته می شد در میان همین کشورهای عربی، بلکه از لحاظ محتوایی و در عمل
منافع ایران حفظ میشد در خلیج فارس. الان با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نه توان حفاظت از نام خلیج فارس داره، نه توان این داره که از منابع خلیج فارس استفاده کنه به نفع مردم ایران. مسئله منابع گازی که مشترک میانه بعضی کشورها مخصوصا قطر، واقعا دیگه اثر من از شمسه که چگونه منافع ملی ما داره به واسطه همین کشور یه وجبی قطر بلعیده میشه. حالا یه وجبی که میگم که حالا منظورم حکومت اونه، وگرنه نه مردم اونها، نه کشور قطر که قابل احترامن، ولی خب حکومت، حکومتی که ناچیز در اشل بین المللی، مقیاس بین المللی منافع ایران رو داره ضایع میکنه و به دلیل انزوای جمهوری اسلامی و ناتوانی اون منافع ما داره برباد میره. این یکی از نمونهای اینه که جمهوری اسلامی توان دفاع از خیر عمومی و منافع ملی رو نداره، اصلا باوری به این مسئله نداره. مسئله اون مسئله امت اسلامیه و وقتی که حکومتی چنین بیگانه با منافع ملی سر کار باشه، همین فلاکت بر کشور ما حاکم خواهد شد. البته زبان لاف و بلوف درازه، زبان لاف و بلوف جمهوری اسلامی درازه و جز زبان درازی و جز گندگویی دیگه چیزی دیگه نداره این حکومت. منتها مردم دیگه فهمیدن که در پشت این گندگویی چیزی نیست جز ضعف و فلاکت. منتها اون چیزی که به نظر من این روزها هم بحثش جریان داره و لازمه بهش بپردازیم اینه که ما چه کار بکنیم که فرایند سقوط جمهوری اسلامی و فرایند گذار از جمهوری اسلامی رو تشدید کنیم. ببینید، این بدون این که ما بتونیم یک مرجعیت سیاسی بسازیم خارج از جمهوری اسلامی و خارج از ایران راهی نداریم، چرا که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که در درون ایران یک رهبری، یک مرجعیت سیاسی، یک اقتدار سیاسی شکل بگیره. اونو سرکوب خواهد کرد و اجازه شکلگیریش رو نخواهد داد. بنابراین این ثقل، این مرجعیت سیاسی به ناچار به خارج از کشور انتقال داده شده. یعنی که گروه های سیاسی، احزاب سیاسی، کسانی که این شروط ملیه، یکی تمامیت ارضی ایران، یک پارچگی ملی ایران، دموکراسی و سکولاریسم و همچنین تعیین نوع نظام به واسطه فرایند رفراندوم و دموکراتیک که به نظر اینا اصول ملی هستن که شاهزاده بر اونها تاکید داره، بر حول این اصول باید مرجعیت سیاسی شکل بگیره تا ما بتونیم از جمهوری اسلامی عبور بکنیم. باور من اینه که این مرجعیت سیاسی باید متکثر باشه، باید گرایش های سیاسی چپ راست میانه رو در بر بگیره، در این حال محوریت اون با شاهزاده باشه که من دلایلی دارم برای این که چرا باید این گونه باشه، میتونم این دلایل رو بگم. یکی از اون دلایل اینه که به هر حال این مرجعیت سیاسی نقش هماهنگی میتونه داشته باشه میان مبارزان، به اونها روحیه بده، اون اصول جانفشانی و هدف گذاری رو براشون تبیین بکنه و بتونه اون قشر خاکستری رو به میدون بیاره، چرا که ما بدون به میدان آمدن این قشر خاکستری نمیتونیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنیم. مسئله دوم اینه که ما احتیاج به جذب کمک های بین المللی داریم. ببین، از 3-4 ماه پیش دولت بایدن قول اینو داده بود، قول اینترنت استارلینک رو داده بود، منتها تا الان 100 تا 200 تا دستگاه میگن وارد ایران شده و آمریکا هیچ کار اصولی در این کار نکرده. اینو مقایسه بکنید با کمک های نظامی که آمریکا الان داره به اوکراین میکنه. الان آمریکا به نظر میاد پذیرفته که تانک های ابرامو که به نظر اوجوبه هایی هستن در حوزه تسلیحات نظامی، اینا رو به اوکراین بده. آلمان داره تانک های لئوپارد 2 رو به اوکراین میده. شما حساب بکنید
انتقال استارلینک و یا تولید و یا بالا بردن سرعت تولید دستگاه های استارلینک برای ارسال اونها به ایران در مقیاس این کمکی که آمریکا و غرب داره به اوکراین میکنه در واقع چیز زیادی نیست، منتها حتی حد هم قابل نیستن هم برای متاسفانه. و ما برای اینکه این از بازار آگهی رو بکنیم برمیگردیم و یا تو باشه تو کجا آمدیم پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است. دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. GLVز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن GLVز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز GLVز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. GLVز همیشه و همه جا. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل TV خود می توانید به تمامی سرویس های GLVز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLVز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. هم‌اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 23. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به GLVز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های GLVز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLVز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نوروز امسال با آژانس امیری در تور 12 روزه تایلند، جزیره پوکت و سنگاپور، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام،
خرید از اجناس کمیاب. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 22 مارچ. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. عدالت املاک. منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، رانندگی در حال مستی. در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس 1-800-322-94-25. خب با آقای امین صبحیان مهر عزیز هستیم، اجازه بدید که پی بگیرم سخنانشون رو. یادتون هست تو کجا آمدیم؟ رسیم دلیل دوم رسیم که چرا شکل‌گیری یک مرجعیت سیاسی متکثر اما با محوریت شاهزاد رضا پهلوی ضروریه. به دلیل دوم رسیدیم و اون ضرورت جذب کمک‌های بین‌المللی بود و گفتیم که ما با شکل‌گیری این مرجعیت که میتونیم اهرام فشاری به دست بیاریم که با غربیان گفتگو بکنیم برای اینکه ابزارهای لازم و که نیاز به اونها داریم به ایران منتقل کنیم، مثل اینترنت استارلینک یکی از اونها. اینا رو صرفا به عنوان نمونه میگم، این محدود به این نیست، مسائل مهمتری هم هست. و همچنین این مرجعیت سیاسی میتونه مجرایی باشه که صدای مردم ایران از داخل کشور به جهان برسونه، به جامعه جهانی برسونه. این صدا نباید تحریف بشه، بدون پارازیت باشه. و میدونید که هر گروه سیاسی و یا هر افرادی سخنان پراکنده میزنن در این زمینه، بنابراین باید یک نوع نظم و نسقی به وجود بیاد که صدای اصلی مردم ایران چیه و غرب دچار آشفتگی فکری و آشفتگی عملی نشه. چرا که هر کسی وقتی که حرفی رو بزنه و هر روی اونا نمیدونن چه سیاستی رو در پیش بگیرن، درسته اینو بهانه قرار میدن تا اینکه منافع خودشون رو اولویت قرار بدن. متاسفانه دلیل سوم که خیلی مهمه و تا وقتی که اتفاق نیفته جمهوری اسلامی صعود نخواهد کرد، نقش نیروهای نظامیه. ببین یک نظام سیاسی وقتی سقوط میکنه که نیروهای نظامی اون یا بی‌طرف میایستن یا اینکه به سمت مردم میان و دست به سرکوب مردم نمیزنن یا دست کم بخش قابل توجهش به مردم میپیوندن یا بی‌طرف هستن. در چه شرایطی این نیروهای نظامی یا بخشهای از اونا بی‌طرف میایستن یا به مردم میپیوندن؟ وقتی که خیالشون راحت باشه که در فردای سقوط جمهوری اسلامی، یکی این که چون که فرضاً نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بودن مورد انتقام و خشم عمومی قرار نمیگیرن، و مسئله مهم اینه که باور داشته باشن که پس از جمهوری اسلامی کشور دچار آشوب نشه که اونها مجبور بشن جان خودشون و یا موقعیت خودشون یا منافع خودشون رو به خطر بندازن. چون که به هر حال وقتی که بی‌نظمی سیاسی حاکمه، بی‌نظمی امنیتی برقراره، این نیروهای انتظامی و نظامی هستن که هزینه اصلی و بار اصلی روی دوش ایناست. و اونها بنابراین اونها به مردم نمیپیوندن مگر اینکه فکر بکنن که یک مرجعیت سیاسی شکل گرفته که میتونه خلأ قدرت رو
پر بکنه که نه کشور از هم بپاشه، نه اینکه اونها مجبور بشن که هزینه بسیار زیادی رو بپردازن. قشر خاکستری هم همینطور. قشر خاکستری هم وقتی به میدان میاد که بدونه که پس از جمهوری اسلامی آرامش میتونه به کشور حاکم بشه و اینکه آینده بهتر از دیروزه یا وضعیت امروزه، بنابراین این مرجعیت سیاسی مهمه. حالا برگردیم به مسئله نیروهای نظامی. من باور دارم که هیچ شخصی، هیچ گروه سیاسی به تنهایی روی هم رفته با هم دیگه مجزا این توانایی رو نداره که نیروهای نظامی رو اقناع بکنه که به مردم بپیوندن به جز شاهزاده رضا پهلوی. اگر که دوستان فکر میکنن اشخاص دیگری هست، گروه های دیگری هست، به هر روی این گویا این میدان به ما بگن، اونا رو به ما بشناسونن و توضیح بدن که چرا این افراد، این اشخاص، این گروه ها چنین توانایی رو دارن. حالا چرا شاهزاده رضا پهلوی این توانایی رو داره؟ اولا که ایشون از 44 سال پیش یک سری مواضع روشنی داشته، شناخت ایشون آسونه و حرفای اصولی ایشون از زمان 20 سالگی ایشون تغییری نکرده تا همین زمانی که 60 و چند سال، 61 دو سالش. خب این یه سرمایه است، این نشون میده این شخص دارای یک پرینسیپلایه، دارای یک سری اصولیه، به اونا پایبندی داره، با افت و خیز مسائل سیاسی، با این ور اون ور شدن رویدادها رنگ عوض نکرده و موضعش رو تغییر نداده، یک سری اصول بنیادی داره. حالا این اصول مهمه، نه اینکه یک نظر جزئی اینجا اونجا همه ما تغییر میکنه که این طبیعیه و باید هم اینجور باشه، ولی منظور من بر سر اصوله. ایشون از همون روز اول به اصول دموکراتیک پایبند بوده، به تمامیت ارضی ایران پایبند بوده، به این که جمهوری اسلامی باید سقوط بکنه و این اصلاح پذیر نیست پایبند بوده و اعتقاد داشته. و مردم وقتی به گروه های سیاسی دیگه نگاه میکنن این چنین کارنامه رو نمیبینن. علاوه بر این شایستگی های شخصی که ایشون داره و کارنامه ای که خودش برای خودش مهیا کرده که به غلط بعضی ها میگن صرفا به خاطر نام پهلوی، این گونه نیست. اگر که ایشون این چنین کارنامه رو نداشت، نام پهلوی و برند پهلوی کمکی به ایشون نمی کرد و این صرفا به خاطر نام پهلوی نیست، این یک سرمایه بوده که اتفاقا ایشون برای اون افزوده، نه تنها اون رو از دست نداده، ولی بر این چیزی بوده که نام پهلوی چیزی بوده که بهش ارث رسیده، ولی این ارث رو نابود نکرده، از میان نبرده، تلف نکرده و از میان نبرده، بلکه روی این سرمایه افزوده بر اساس بینش خودش، تلاش خودش. برای این یه سرمایه است و نیروهای نظامی روی این شخص میتونن سرمایه یا مرجعیت سیاسی که با محوریت ایشون باشه سرمایه گذاری میکنه، اطمینان خاطر میتونه داشته باشه که باید به مردم بپیونده. و دیگر مسئله اینه که ایشون هم شناخته شده است، هم مقبولیت داره، هم مورد توجه جهانی هست. این باز میتونه یه پلی باشه بین مردم ایران و بین جامعه جهانی، اینی که مردم اقبال داره، پایگاه اجتماعی داره. بسیاری از این افراد حتی اگر که مشهور باشن، فالوور زیاد نمیدونم توییتری و اینستاگرامی داشته باشن، اینها نشون دهنده لزوماً وزن اجتماعی نیست، نشون دهنده مقبولیت اجتماعی نیست، نشون دهنده پایگاه اجتماعی نیست. اگر بود فرزند یکی از این سلبریتی‌های حاکمیت هم که فرزند توی اینستاگرام و توییتر هم مثلا مهران مدیری که میلیون‌ها فالوور داره این ور اون ور، پس ما هم بپذیریم که این وزن سیاسی خیلی زیادی داره مهران مدیری، در صورت این گونه نیست. اما ما میدونیم که شاهزاده رضا پهلوی هم محبوبیت داره، هم وزن اجتماعی داره و در دموکراسی، در یک فضای دموکراتیک میزان قدرتی که افراد دارن تابعی از اون وزن اجتماعی. ما نمیدونیم این احزابی که ادعای حزب دارن، ادعای مبارزه دارن، یا اشخاصی که ادعای مبارزه با جمهوری اسلامی دارن چقدر وزن اجتماعی دارن که اینقدر فرزن
سهمخواهی سیاسی میکنن. یک نوع عدم تعادلی میان اینها وجود داره. این گروه ها مثلا به اسم برابری میگن برابر، درسته که این برابری اینجا معنای نه، برابری صرفا معنای حقوقی میتونه داشته باشه که قابل دفاع باشه. همه انسان ها در برابر فرضاً قانون برابر هستن، بسیار خوب، بسیار عالی. ولی در نظام دموکراتیک، در نظامی که همه در برابر قانون برابر هستن، این که نمیشه، از لحاظ وزن اجتماعی هم همه برابرن، این گونه نیست، اصلا نمیتونه اینجوری باشه. و اصلا اگه که شما بخواید همه گروه های سیاسی رو از لحاظ سیاسی برابر کنیم که اصلا عادلانه نیست، دموکراتیک نیست، چون که شما باید این رو به صورت مصنوعی و از بالا و به صورت اقتدارگرایانه هم اعمال بکنید، عمل بکنید، و این غیر دموکراتیکه. هر کسی که وزن اجتماعی بیشتر داره قدرت سیاسی بیشتری هم باید داشته باشه. در میان گروه های سیاسی هم همینه. حالا این گروه های سیاسی میگن که شاهزاده با ما باشه با موقعیت برابر. ایشون همیشه فروتنی نشون داده از لحاظ شخصی، گفته من با شما برابرم، ولی از لحاظ سیاسی وزن سیاسی ایشون با اشخاص دیگه برابر نیست. اگر دیگران همچی ادعایی دارن به نظرم دچار توهم هستن، و تا وقتی که دچار این توهم هستن این مرجعیت سیاسی نمیتونه شکل بگیره، نه خودشون میتونن شکل بدن، نه اجازه میدن دیگران که میتونن این کار رو انجام بدن شکل بگیره. و من چه بسا فکر میکنم اگر که بر این راه تکیه بکنن به واسطه خود مردم حذف خواهند شد. در این 3-4 ماه گروه های سیاسی سعی کردن ائتلاف رو تشکیل بدن، متاسفانه ناکام مونده. و اینکه این شما میبینید این کارزار من وکالت میدهم در جامعه راه افتاده، این پاسخی به یک نیاز، یک نیازی که از درون جامعه جوشیده و جامعه به این نقطه رسیده که ما باید یک مرجعیت سیاسی داشته باشیم و اون محوریتش با شاهزاده باشه، اینو مردم به صورت شهودی پذیرفتن. حالا شاید به این صورت خیلی مفهوم سازی شده رو توی ذهنشون نباشه، ولی این احساس رو حس کردن. منتها متاسفانه بعضی از افراد و گروه هایی که به نظر من پایبندی های ایدئولوژیک خودشون رو برتری میدن به خیر عمومی ایرانیان، این براشون ثقیل، این مسئله رو پذیرفتن. به نظر این دوستان اگر که مسئله دموکراسی براشون مهمه، اینه که میتونن به این جبهه بپیوندن، چرا که شما هر چقدر که تنوع سیاسی و ایدئولوژیک این جبهه رو قوی بکنی، خب این هم متکثرتره هم دموکراتیکتره. یا اینکه اشکالی که میگیرن، میگن ما رهبری فردی نمیخوایم و رهبری فردی رو مساوی میدونن فرضاً با نوعی استبداد. اگر اینجوره پس گاندی هم مستبد بوده، چون که رهبری گاندی هم فردی بوده، رهبری نلسون ماندلا هم رهبری فردی بوده، پس باید اونم استبدادی باشه، رهبری لخ والسا هم فردی بوده، اونم استبدادی بوده. این گونه نیست. این متاسفانه ما دوچار یک سری بدفهمی های سیاسی هستیم و اینو به خودمون و دیگران هم القا میکنیم. البته این بازم میگم این به این معنا نیست که این یک وامنشوه و یک نفر همه مسئولیت ها و یا قدرت به دوش یک نفر باشه، نه، این به این معنایه که یک نماینده داریم، ما یک چهره شاخص داریم و بقیه زیر این چتر جمع میشن و این نماینده میتونه صداهای متکثر ما رو به جهان منتقل کنه، چون که هر کدوم از ما به صورت شخصی نمیتونیم با جهان صحبت کنیم، و اگه که با جهان هم بتونیم صحبت کنیم، تک تک ماها هر کدومون سلیقه و نظر متفاوتی داریم، بنابراین این صداها باید به یک نوعی معقول سازی بشه و به جهان به صورت عملی، به صورت عملیاتی شده منتقل بشه که اونها هم بتونن پاسخ مثبتی به خواستهای ضروری ما بدن. یا اینکه گفتن که پتیشن هایی که امضا شده مثلا تعدادش به حدی نرسیده، که اینم به نظر من اشکالی که گرفتن اشکال نادرستیه، چون که چند تا پتیشن جعلی به وجود اومده. جمهوری اسلامی بسیار داره اختلال به وجود میاره در اینترنت و همچنین وبسایت هایی که این پتیشن هست اونجا اونا رو بلاک کرده، دسترسی به اینترنت محدوده. تا همین چند روز هم بیش از 400,000 چند تا پتیشن جعلی و موازی به وجود بودن تا رأی‌ها شکسته بشه. با این وجود اون پتیشن هست چیزی در حدود 400,000 تا من دیروز چک کردم
به وجود اومده، اونم در عرض یک هفته. شما حساب بکنید که پتیشن خروج یا اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از غرب طی 2 ماه 1 میلیون امضا شد، از اونم در مورد مسئله‌ای که تقریبا میان همه مخالفان اجماع هست. بنابراین 400 هزار تا با تمام این وجودها رقمی تازه من میگم که این ملاک نیست، بلکه شما نگاه بکنید که این صداهایی که از درون ایرانیان و مردم عادی و هنرمندان، زندانیان سیاسی که به این کارزار پیوستن، اونها بیشتر میتونه ملاک باشه. ثانیاً این هنوز پایان نیافته، این یه چیز در حال جریان، یک پدیده ایسایی نیست و این یه چیز در جریانه و داره اتفاق میفته. مسئله دیگه گفتن این دموکراتیک نیست، ازشون میپرسیم چرا دموکراتیک نیست، بعد مثلا مثالهای دموکراسی‌های تثبیت شده رو برای ما میذارن، مثلا میگن تو آمریکا اینجوریه، در فرانسه اینجوریه، در نروژ چنانه، در صورتی که این مشخصه که وضعیت پیشا دموکراتیک ما، وضعیت پیشا دموکراسی ما که در اون قرار گرفتیم، وضعیت دموکراسی تثبیت شده نیست که ما بتونیم صندوق رأی داشته باشیم، از همه طلب رأی بکنیم یا بگیم نظرخواهی بکنیم که همه مردم ایران بتونن به نوعی در اون شرکت داشته باشن. پس بنابراین این قیاس مل فارقه و خلط مبحثه. مسئله و اشکال دیگه که مطرح کردن اینه که این دموکراتیک نیست. چرا دموکراتیک نیست؟ چون که وکالت دموکراتیک نیست یا از این حرفا. این یه نوع نشون دهنده نوعی رعیتی، رعیت منشی از این حرفا زدن. من نمیدونم اگر که مردم آزادانه بخوان رأی خودشون رو به یک کسی بدن، این نشون دهنده چه چیزی دموکراتیک تر از اون؟ این هم پس به نظر من این اشکال هم این انقلت هم به قول علما. یه دقیقه دیگه وقت داریم آقای صوفیام، یه دقیقه متاسفانه. این بر اساس حق انتخاب و انتخاب آزادانه است. ما یک سری ضرورت های سیاسی داریم، یک سری آرمان های سیاسی داریم، وای اوقات میان اینها تنش وجود داره، ما باید به یک توازن طلایی برسیم و به نظر من این کارزار وکالت دادن که در حقیقت نوعی نمایندگی دادن نه لزوما وکالت، میتونه یک توازن طلایی میان آرمان‌های سیاسی ما و ضرورت‌های سیاسی ما به وجود بیاره. من از همه هموطنانمون خواهش می‌کنم، تمنا دارم که خیر عمومی رو بر منافع ایدئولوژیک و سوگیری‌های ایدئولوژیک ترجیح بدن. اگر که این گزینه رو نمیپذیرن، گزینه بهتری رو ارائه بدن. نفی گزینه و عدم ارائه گزینه بهتر، این در شرایط کنونی منصفانه نیست، مسئولانه است، و چرا که جمهوری اسلامی دست به کشتار میزنه و میتونه این نظامش رو تداوم ببخشه در نبودن یک گزینه و یک مرجعیت سیاسی. با سپاس از شما از این فرصتی که به من دادید. ممنونم، تشکر میکنم. دیروزی رفت من مصاحبه میکرد، ازم پرسید تلفنی که نظر راجب همین برای اینا چیست، موافق. گفتم من که روزنامه‌نگارم، من که وسط ایستادم دوست دارم همه تیف ها رو به هم ببینم. گفت اگر مخالف بودی چی میگفتی؟ گفتم اگر مخالف بودم میگفتم من مخالفم، اما آرزوی پیروزی شدم، پیروزی این پروژه رو دارم به خاطر مردم ایران. یعنی سعی نمی کردم اختلاف دامن بزنم، سعی نمی کردم شکاف ایجاد بود، یه پروژه سعی کردم موفق بشه. منم اگر پروژه خودم رو داشتم، سعی می کردم همون گزینه رو به راه بندازم و در نهایت قاضی و قضاوت کننده نهایی مردم بودن دیگه، مردم رأی نظر میدادن. اینه در شرایط حاضر ما باید واقعا مثبت نگاه مثبت داشته باشیم به جریان. من اگر مخالف هم بودم میگفتم آرزوی پیروزی و موفقیت این پروژه دارم. سپاسگزارم آقای صوفیام مهر عزیز، تشکر میکنم از شما، از سارا ایرانی عزیزم تشکر میکنم، از امیر شهرتی.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. آینه در پاس، دوشنبه ها 8 صبح به وقت لس آنجلس. این روزها برای تماس با ایران همه از شرکت آریا استفاده می کنند. شما چطور؟ شما می توانید برای تماس با عزیزان خود در ایران با کیفیت عالی و قیمت مناسب از شرکت آریا استفاده کنید، بدون تکس یا هیچ گونه هزینه اضافی. همین حالا با شرکت آریا تماس بگیرید. همکاران ما به شما کمک خواهند کرد تا بهترین سرویس را برای تماس با عزیزانتان دریافت کنید. تکنولوژی برتر، کیفیت بهتر، فقط با آریا. شماره تماس 818-495-4952. آدرس سایت www.ariacalling.com. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال. و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. یلو پیج ملی، کاملترین یلو پیج خارج از کشور. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، ایریا کد 818. در تلفن های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید و به راحتی اطلاعات مورد نیازتان را به انگلیسی یا فارسی جستجو کرده و به آدرس یا تلفن مورد نیازتان دست یابید. همچنین سایت IRTV و یا کلیه رادیو تلویزیون های معتبر ایرانی و حتی اخبار محلی لس آنجلس، همه و همه یک جا توسط اپ 50 50 100 در تلفن های دستی شما. درود به بینندگان عزیز، هر کجا که هستید شاد و خوش باشین و همچنین ریسک سرمایه گذاری های دیگر هم بسیار زیاد شده است. مسئله‌ای به وجود می‌آورد که برخلاف آن زمانی که تورم در 1979 بود بهره هم بالاتر می‌پرداختند، ولی الان خیلی پایین هستند و خیلی کم می‌پردازند. برای حل این مسئله یک راه حل هست. در حال حاضر حسابی وجود داره که در تاریخ آمریکا هیچ وقت اصول در پرداخت نکردن. برای 1,000,000 دلار که مینیمم این حساب هست، برای 60-70 سال شما 6,000 دلار در ماه از سال دیگه میتونین بگیرین و دسترسی به پول خودتون دارین از زمانی که بخواین، یا بذارین رشد کنه برای عزیزان خود. برای اطلاعات بیشتر دفتر ما 310-205-9000 زنگ بزنین. روزتون خوب و خوش.